سلام دوستان، من مسعودم و این ویدیو نقد و بررسی مانیتور دل P2419H هستش. انتخاب مانیتور با توجه به مدل ها و قیمت های مختلفی که وجود داره میتونه کار سختی باشه. باید ببینید که مانیتور رو برای چه کاری میخواید و بودجه شما چقدره. مانیتور دل P2419H یکی از مانیتورهای محبوب این شرکته که در رده متوسط قرار داره. دل تو نامگذاری مانیتورهاش به شکل خاصی عمل میکنه. مثلا توی این مدل پی به معنای پروفشنال هست، 24 یعنی اندازش 24 اینچه، 19 یعنی ساخت سال 2019 هست و اچ هم اینجا یعنی رزولوشنش فول اچ دی هستش. پی 24 طراحی زیبایی داره. پایین صفحه حاشیه کوچیک از جنس پلاستیک وجود داره که برند دل روش هک شده. حاشیه‌های کناری و بالایی دستگاه هم بسیار باریک هستن که باعث شده این مانیتور شکل زیباتر و مدرن‌تری به خودش بگیره. ضخامت مانیتور بدون در نظر گرفتن پایه 42 میلی‌متر هستش. این مانیتور از دو تا پورت USB 3، دو تا پورت USB 2، یک پورت VGA، یک پورت HDMI 1.4، یک پورت دیسپلی 1.2 استفاده میکنه. متاسفانه خبری از پورت USB C و جک هدفون توی این مانیتور نیست. یعنی برای خروجی صدا باید به دستگاه خارجی یا مثلا لپتاپ یا کامپیوتر خودتون متوصل بشید، یا اینکه به صورت بلوتوس یا اسپیکر رو به لپتاپ یا کامپیوتر متصل کنید. صفحه نمایش خیلی خوب روی پایه بالا پایی میشه و همینطور میشه 90 درجه چرخوندش که توی مانیتورهای توی این رنج قیمت همچین آپشنی کمتر وجود داره. اما میرسیم به اصل کار، یعنی صفحه نمایش. این مانیتور از یه صفحه نمایش 1920x1080 با نسبت دستگیر 16:9 استفاده میکنه. تو همون نگاه اول مشخصه که با صفحه نمایش خوب و با کیفیتی طرفی. رنگ‌ها شفاف و زنده هستن. پنل مانیتور IPS که باعث میشه وقتی از زوایای مختلف بهش نگاه میکنیم کیفیت تصویر دچار افت فاحشی نشه. این مانیتور برای دیدن فیلم، انجام کارهای روزمره و اداری کاملا مناسبه. ولی برای کسایی که تو کار تدوین عکس یا ویدیو هستن، به خاطر پشتیبانی 72% از طیف رنگی یا همون کالر گموت خیلی گزینه ایدئالی نیست. اما توی این رنج قیمت مانیتور دیگه ای هم من ندیدم که پشتیبانی بالاتری از طیف های رنگی داشته باشه. پس اگه مثل من بودجه بیشتری ندارید، همین مانیتور فکر میکنم گزینه مناسبیه. بهترین زمان ریسپانس هم 5 میلی ثانیه هست و رفرش ریت 60 هرتز. دل تکنولوژی فلیکر فری رو هم روی این مانیتور قرار داده و در مجموع با اینکه P2419H برای گیمینگ طراحی نشده، اما من مشکلی در هنگام اجرای بازی ها نداشتم. بازی ها روون و بدون مشکل اجرا میشن. روشنایی صفحه 250 نیت یا کاندلا بر متر مربع است که باعث میشه با تابش ملایم آفتاب مشکلی تو کار کردن باهاش نداشته باشید. اما اگه تابش شدید و مستقیم باشه میتونه یه کمی دردسر ساز بشه. البته صفحه نمایش مات مانیتور تو این زمینه خیلی کمک میکنه و نور رو در کمترین حد ممکن بازتاب میده. قیمت مانیتور P2419H یه چیزی بین 7 تا 8 میلیون توی بازار ایران و در مجموع توی این رنج قیمت این مانیتور یکی از بهترین گزینه‌های بازاره و ارزش خرید بالایی داره. خب دوستان، خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. فعلا خدافظ.